با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای دنیا. یه ضرب مثل قدیمی هست، میگه که یه خر که سرش میفته دیگه لگد نمیپرونه. خداوند دشمنان ملت ایران و کشور ایران همه را از احمق ها قرار داده، دشمنانی که 600-700 سالشون کار شده بود و بعد نمیفهمن که کسی تو اتاق شیه نشسته نه به طرف کسی کلوخ پرت کنه. خریت کردن، حماقت محض کردن و اونم به نفع کشور و ملت ایران. کاری که در زن رو شما کردید امروز صبح سحر، واقعا من نمیدونم این اتاق فکر شما کی و چی هست دیگه. آقای رئیسی دیگه از جستای مظلومان نگیر، شما حرومزاده، حرامزاده، حرامزاده، تو از 19 سالی داری میکشی، حالا آمدیش رئیس جمهور به اینجا رسید، نه حالا توقع چیز دیگه داری؟ غلط کردی، گوه خوری با جد آباد کسافت نجاست. حالا فردا 9 صبح مردم اصفهان همه میان بیرون پر خاجو، ببین چی برای سر میرن. مردم میخواستن مسالمت نامه ناصر حربش، تو بلد نیست. شما نمیدونید مسالمت یعنی چی اصلا، اصلا نمیدونی یعنی چی. شما فقط ضرب و شتم بگیر ببندیم. مرتی که خر 42 سال از گوها خوردیم کجا رسید؟ کسافت نجاست تو با اون رهبرت، با اون ابترت، با آشغالت، با اون کسی که بگذاریم. فردا 9 صبح مردم اصفهان پر خاجو و ببین چه برای سرت میارند. جرأت دارید دست از پات خطا کن، تو خواب مردم حمله میکنید، چادراشون میبرید، شاهکار کردید، از اونم دروغ گفتید آب داره میاد. خیلی بدبختید، هم تو هم و تمام عواملی که با تو کار میکنند. از اون میگه که بخواه آب بیاد، بعد اون مدیر کل، حالا بخونیم خبر رو با هم، خیلی جالبه. لاغل اینا خبر رو با هم هماهنگ کنید، با وجود داخل یه چیز بگیم که بشه. مدیر سد زاینده رود، مدیر سد زاینده چی رود، در گفتگو با ایسنا که ما رو خودتون دیگه میدونید، خبرگزاری دانشگاه ایران گفته است که در حال حاضر، در حال حاضر یعنی الان، الان که آذر ماست، در حال حاضر تنها 14% سد زاینده رود آب دارد. 14% هم میدونی یعنی چی؟ یعنی که 10-12% گلولای هست، 2% آب داره. تمومش که این رفت. خوشحالم از این مسئله، خوشحالیم از این مسئله، واقعا خوشحالیم. در حال حاضر تنها 14% سد زاینده رود آب دارد و بارش های اخیر به طور مقطعی ورودی سد زاینده رود رو افزایش داده است. مجتبی موسوی گفته است در حال حاضر سد زاینده رود تنها 14% آب ذخیره دارد. با این حال آقای موسوی گزارش داد که ذخیره سد تا سال گذشته 5% افزایش یافته است. چه دروغ میگید؟ ولی بگید اشکال نداره. این همه چریدید کدومتون؟ این همه چریدید کدومتون؟ اما نسبت میانگین بلند مدت 73% کاهش داشته است. خود تفهمید چی گفتی؟ بله. خب خدمت شما هستم که این پس دیگه جوره داد میزنه که خلاصه اینجوری 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 برای فردا. شرکت هم قوقا کردن دوباره. دیگه زیر بار دولتی کردن. و این ادامه داره. فردا استان خوزستان هم هست. یکی یکی. با لودر میفتی به جون مردم. خیلی بدبختی. تو مطمئن باش. کلوخنداز و پاداش سنگ است. پوستتو میکنن مردم. با کنده هست البته. یه چیزی نمونده است که بخواه چیز بخواد بشه. یعنی بخواه کاری بخواد بشه. بله. بیانیه هم دارم، کشاورزا بیانیه دارم واسه 5 آذر خدمتشم که ساعت 9 صبح مقابل پل خاجو فراخوان دارم برای همه، گفتن جمع بشن اونجا. یه خبر دیگه هم هست، در یکی از ویدیوهای فرد مسئولی خطاب کشاورزا میگوید حالا که مصوبات خوبی تصویب شده است، این هم مصوبه تصویب، واقعا زحمت کشیدی شما، تخت تو شرف نداشت تو میشرف. مصوبات خوبی تصویب شده است و همه از شما حمایت کردن، شما هم باید همکاری کنید. به دنبال این اظهارات کشاورزان فریاد میزنن دروغه، 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 دروغه. شما 42 سال دروغ گفتید، 42 سال دروغ گفتید، غیر دروغ چیزی بلد نیستید که امام زمانتون ظهور کنه. چرا جای جمع کردن بس این پس. بله
خب خدمت شما عرض کنم که جمعی از مالباختگان شبکه رمز ارز کینگمانی امروز چهارشنبه مقابل مجتمع آموزشی شبکه بادران در تهران تجمع کردند و خاطر بازپسگیری سرمایه خود شدند. خر برفت و خر برفت و خر برفت تا کی باشه که بیت کوین و اینا همه به همجوری برن. یعنی چه کلاه بزرگی در تاریخ سابقه نشد، سابقه نشد با یک رمز بیان انوارت بگیرن بخرن، بیان زمین تو بخرن، تبدیل به احسن بکنن، ماشین تو بخرن، همه چیز بخرن، یک شب هم میگن که آقا تموم شده پیکارش. چی دستته؟ یک رکورد رمز دستته. وقت ببخشید آن خودتون تو آینه دیگه خودتون خودتون به خودتون میخندید. خوب چاپیدن، خوب چاپیدن، خوب چاپیدن، خوب چاپیدن، خوب خوب فروختند. جدا من نمیدونم آره طمع چی کار میکنه با انسان. اول اوایل مهر ماه امسال وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که یکی از بزرگترین شبکه های کلاهبرداری ایران را شناسایی و دستگیر کرده است. کینگمانی که از ارز دیجیتال است که بنابر اعلام سازندگان آن برای انجام تراکنش در صنعت نتورک مارکتینگ توسعه یافت. شرکت بادران بنابر گزارش یکی از حامیان این رمز ارز بوده و به کاربران از مجموعه خود توسعه کرده است که رمز روی این رمز ارز سرمایه گذاری کنند. بنابر گزارش ها مال باختگان با سرمایه گذاری روی این رمز ارز میلیاردها تومان سرمایه خود را دست دادند. مال باختگان از دوستان مختلف در این تجمع حضور داشتند و شرکت بادران با استفاده از رمز ارز جعلی برای کلاهبرداری از کاربران متهم کردند. مبارکتون باشه، مبارکتون باشه. شما چی بگم دیگه، حرفی گفتن ندارم. برخی از کشاورزان اصفهان میگویند اعتراض ادامه دارد. بنابر برخی گزارش ها از ایران، مامورانی که گفته شده مامور شهرداری بودند صبح امروز تلاش کردند که چادرهای کشاورزان اصفهان در بستر زاینده‌رود جمع کنند و تحسن آنها را برهم بزنند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی نشان میدهد که عده‌ای لباس شخصی سعی در پاره کردن چادرها داشتند دارند. کشاورزان میگویند ماموران شهرداری صبح زود دیگهای سمنو و اسباب تحسن آنها در بستر رود خشک زاینده رود را با خود بردند. زحمت کشید. خیلی کار خوبه. یک عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزان اصفهان امروز گفته است که رایزنی بین کشاورزان مسئول انجام شده، قرار است برخی وعده عملی شود و تلاش برای این است که تا پایان امروز چادر کشاورزان از زاینده رود جمع شود. حسین وحید گفته است که با توجه به عدم اعتماد کشاورزان به وعده مسئولین، برخی از جمع کردن چادرها خودداری کردن. خلاصه از اینجا شروع میشه نقطه پایان شماست. مردم در چهارمار و بختیاری مانند چند روز گذشته در اعتراض به سوی مدیریت و طرح انتقال آب از این استان تجمع کردن. ویدیو منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان میدهد که جمعیت معترضان در روزهای اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. مردم شهرکو شعار میدادن، خیلی جالب شعارشون. اینجا چهارمهاره، بردن آب مهاره و اینجا چهارمهاره، سانسور ما مهاره. معترضین میگویند که چشمه های در این کشتن استان به دلیل احداث تونل انتقال آب به دیگر استان ها آب خود را از دست دادند. انتقال از آب از کوهرنگ یکی از راه حل های کم آبی زاینده رود بوده است که اکنون خود زاینده رود نیز با کم آبی مواجه است. رافال گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ساعتی پس از پایان سفر روز گذشته خود به ایران اعلام کرد در تماس در مذاکراتی در تهران با مقامات ایران داشته است به نتیجه برسد و این گفتگوها به نتیجه باقی مانده است. آقای گروسی روز گذشته در تهران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه دیدار کرده است. مدیر کل آژانس مذاکرات در تهران حرفه‌ای خواند و گفت سعی کرده راه حل‌های جدید برای حل و فصل اختلاف پیدا کند، اما نتیجه مورد خوب دست نیامد. او گفته باید با ایران به توافق رسید، اما چنین توافقی دیروز در تهران به دست نیامد. خلاصه دارن اونم کار خودشون میکنن که بعد صدام بشه. اینم بهتون بگم، مردم ایران صبرشون زیاده. میگه بهتر از ملت یک صبر زیاده. واقعا صبر کردن، صبوری کردند. البته اولش گیج بودم، نمیفهمم چه اتفاقی در دنیا افتاده. زمان جنگ ما همیشه میگفتیم تمام دنیا با علیه ایران دارن میجنگن. بعضی اوقاتش نمیشد که مثلا فرانسه داره تفاهم میده، اون داره حرفا میده، اون داره حرفا میده. همشون. بچه‌ها نمیخواستن جنگ برداشته باشه. میخواستن جنگ فرسایشی باشه که آزمایشگاه باشه اینجا. خب کردند.
اما مردم ایران صبرشون زیاده. بترسید 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 مردم صبرشون زیاده. اما یه چیزی هم در تاریخ بهتون بگم، در تاریخ میخونیم ببینیم ایران مردم ایران شروع کننده نیستند، اصلا شروع کننده نیستند، ولی تمام کننده خیلی خیلی بدی هستند، بد جوری تمام میکنن، هر چی هم بگی گوش نمیکنن. توجه کردید؟ اینا بهتون بگم، وقتی شروع کردن دیگه نمیشه جلوشون گرفت، هیچ کس نمیشه جلوشون بگیره، کار خودشون میکنن، چون اینها خیلی صبرشون زیاده. لبریز که شد دیگه تموم کننده بدی هستن. آقا جان مادر، آقا جان پدر دیگه حرفو نیست، اول لگد مارت میکنن، حسابی جگر در میرن، با کلت فوتبال بازی میکنن، بعد بعد میگن بگو چی برای چی میخوای بگی، چون باید حرفت میزنی قبل از تموم شده است. خب خدمت شما عرض کنم که من یک مطلب از آقای عالی پیام دارم. آقای پیام من قبلا خود اراده شد خدمتش، بعد یه آدم روبایی انجام داد، یک کسافتکاری کرد، گندی زد، بعد آبستن حکومت بود، بیشتر آبستن شده، چنگول و آبستن حکومت شد. حالا امروز آمده یه بیانی دادی که آره پول اومده، ال کردن بکن. آقای عالی پیام خجالتی بسته، در پا در گوره، شرم کن از خوده. من واقعا شرمنده هستم، مدت شرمنده خودم هستم، اون زمان کمکت میکردم برای بحث آدم روباییت، تو هم خلاصه هر اون لقمه هستی، مثل بیانی چی دادی که پول آمده آقای مردم به جنبین اومدن به اختیار میکنن فلان کنن، کجا اومده این چه پولی؟ باید تو خبر داری حکومت نوشته رو گذاشت جلو، بگو نه تو هم گفتی به این راحتی خودت فروختی، البته از راحتی تو فروشنده بودی، تو طرفدار اصلاح طلبا بودی و خیلی مسائل دیگه، ولی اینجا آخر خطته. عذرخواهی کن از مردم، وگرنه همه چی پته رو آب بریزم. پته بس شخصی کار نداره، مثلا انجام دادی گوهکاری که سازگاری کردی، من نمیدونم واقعا تو دنبال چی هستی، تو چه کارخونه داری، تو چه بو کارا که اونجا آدم ربایی میکنی، بعد 7 سال حبس ببرن، بعد به خدا اینجا آبستن اینا بکنی، تو شاعر آزادی نیستی، تو اصلا نمیدونی آزادی یعنی چی. خیلی بدبختی، خیلی فلک زدی، خیلی فلک زده هستی، این حد نمیدونستم بیچاره و بدبختی تو. جست میگیری جست میگیری جست میگیری بعد میگیری جمع کسی کسی. خب خدمت شما هستم دوستم. پس فردا مردم اصفهان ساعت 9 صبح پر خاجو و حکومت هم دیگه شوخی سر شوخی خودش باز کرد. مردم هر اختیار دارن هر کار دلشون خواست میکنند و میکنن. مغازه‌های حاشیه خیابون اصلی شهر مغازه‌شو ببندن، بازده کنند، چون یه عده این افراد میان و اونها شروع میکنن به تخریب و غارت و ما نمیخوام اینطور بشه. اینا احمقن، اینا خیریت میکنن، ما که نبادی کارا رو کنیم. عزیز ایامتون بکام، تا صبح یک کلیپ دیگه بهتون میرم، امیدوارم که بتونم بدم و میدم، سعی میکنم کلیپ دیگه بهتون بدم. تا الان ساعت چند؟ الان ساعت 10 شب اینجا، بله 10 شب استانبوله، تا ساعت 2 3 بعد از کلیپ تموم خواهم کرد. ایامتون بکام، روزگار خوش، که همه چی بر وفق مراد ملت ایران بره پیش میره. خدا نگهدار.